سلام فرشته های من، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. آماده باشین ویدیوی امروز رو ببینید. ویدیو امروز خورده متفاوت هست. لحاظ مرایش و مراقبت های پوستی رو گذاشتم کنار و امروز میخوام در مورد لباسایی که برای فصل انتهای پاییز و زمستون تهیه کردم و رنگ ها با هاتون صحبت کنم. اگر علاقه مند هستین خوشحال میشم که در ادامه برنامه با من باشین. کلم اگه ویدیو مورد توجهتون هست خوشحال میشم که برام اگر اولین بار هست سابسکرایب کنین. لطفا ویدیو رو بین دوستاتون شیر کنین تا اونها هم ببینن. اگه ویدیو به نظرتون جالب بود خوشحال میشم که برام لایک هم بکنین. ممنون میشم. و بدون فوت وقت شروع میکنم لباس ها رو که اولینش رو تنم کردم. یک بلوز کانوایی هست، البته خیلی نازک هست، خیلی زمستونی نیستش، با طیفی از رنگ‌های قهوه‌ای و کرم از مارک ویرهاوس هستش و حالت تنگ داره. یه سری از لباس خوب میتونم تو که میدونید در حال حاضر یه خورده حالت گشاد دارن، ولی این لباس استثنان یه خورده تنگ هستش و من این رو با یک دامن قهوه‌ای از مارک H&M ستش کردم. همینجور که دارین میبینین حالت از کمر بند داره، به شکل پاپیون درستش کردم و دو تا چیپ داره و اینها رو با این چکمه های قهوه‌ای رنگ چرم ستشون کردم که اینا با همدیگه یه ست خیلی خوشگل رو داده و فکر میکنم که یک انتخاب خوب برای فصل پاییز و همینطور زمستون باشه. خب اگه دوربین بیاد بالا، اگه روز خیلی سرد نباشه، حالا یه کوچولو هم بارونی باشه، من از یک ترنج استفاده میکنم. ترنج مال سال گذشته هست، در موردش صحبت کردم با خاتون. ترنج از مارک کارمیلن هستش، ولی به شکل رگولار هر سال کارمیلن این ترنج ها رو وارد بازار میکنه و این رو با این ترنج ست میکنم. اگه هوا بره به سمت بارونی شدید یا بخواد خیلی سرد بشه، اون موقع یه خورده شرایط فرق میکنه. امسال یک کت، پارسال اگه یادتون باشه تو ویدیو یک کت مشکی رو از زارا سفارش دادم که حالت فرمال داشت. امسال از مارک مسفجس یک کت از رنگ قهوه‌ای کمرنگ هستش که انتخاب کردم. این سفارش دیروز عصر رسیده و هنوز فرصت نکردم اتیکتش رو بکنم و میتونیم به این شکل این رو با هم دیگه ستش کنیم. اگر هوا خیلی سرد باشه حتی میتونیم از شال گردن هم استفاده کنیم برای این هوای سرد. و چقدر خوبه که در کنارش یک کیف قهوه‌ای هم داشته باشیم برای ست کردنش. که من این کیف کرم قهوه‌ای رو انتخاب کردم و فکر میکنم که یه انتخاب خیلی خوب برای این ست هستش. از کیف قشنگ رو از مارک ریبل آیلند سفارش دادم که به نظرم خیلی شیک هستش و خیلی مچ هست با این لباس. اگه دوربین به سمت پایین بیاد به شکل آویز روی شونم میتونید ببینید. خب دوستان گلم، این یک تقریبا پیراهن کوتاه هست، یه خورده بالاتر از زانو، سرمه رنگ هستش با آستین های کشدار، همونجور که دارین میبینید آستین های پفدار و از جلو کاملا دکمه داره. یه حالت نیم کلوش داره با جیب که من از یک کمربند قرمز استفاده کردم. این پیراهن از مارک ویرهاوس هستش و کمربند مارک ریور آیلند هستش. در کنارش یک کفش خریدم از مارک تامیکل فیگر. خیلی چکمه های خوشگلی رو سال آورده
مارک تامی و من این رو امسال انتخاب کردم برای سفرم و لباس هایی که دارم و اون چیزی نیست جز این چکمه های حالت نیم بوت از مارک تامی افکر که می پوشم و میخوام که با این لباس ستش کنم. دوستان گلم، این درس رو که دیدین، حالا دوربین رو به سمت پایین میارم تا کفش ها رو هم ببینید. یه تگ از مارک تامی هیلفیگر هست در بغل کفش که یه زیبایی خاصی رو به این کفش ها داده و با این درس و این کربند قرمزی که انتخاب کردم از یه جوری خواستم همه چیز رو با هم دیگه مچ کنم، هرچند که کفش ها مشکی هست و درسی که دارم سرمه خیلی پررنگ هست ولی خیلی تضاد ایجاد نکرده. این لباس رو میتونیم با یک کت مشکی یا کت سرمه ای ستش کنیم که من این چون حالت قرمز سرمه ای رو انتخاب کردم میتونم از این کت سرمه قرمز هم استفاده کنم که از برند مودن هستش. خرید بعدی که انجام دادم، اینا هم از همهشون از یک فروشگاه خیلی بزرگ هست که تمام برند در داخل این فروشگاه هست، فروشگاه فینیک هستش که در این میون یک جاکت کاملا زمستونی هم پیدا کردم از اونجا و خریدمش خیلی خوشم اومد، از مارک اونلی هستش و خیلی گرم هستش. از اینها رو می پوشم و عکس می سارم و شما می تونید اینها رو در اینستاگرام من هم ببینید. حالت جاکت هستش، خیلی گرم هستش و وقتی که این گروه از لباس رو می پوشیم دیگه نیازی خیلی به کت‌های فوق‌العاده گرم نیستش و کاملا مناسب فصل زمستون هست. خب دوستان گلم، لباس بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم لباس نسبتا حالت رسمی داره و دو لایه هست با یک آستر خیلی سخیم. یه حالت، اگه بخوام به فارسی صحبت کنم، این حالت تیریکو داره و با بند و همتون میبینید با آستر در زیرش هست، یه نسبتا پارچه کلوفتی داره و این خورده قیمتش بالا هست به خاطر که از فروشگاه بودن هستش. اگه دوربین به سمت پایین بیاد میبینید که با یک بند از پشت هست اینجور، حالا شما میتونید بند رو به قسمت جلو هم گره بسنید و من اینها رو با این کفش های الکی بنت در اصل که یک حالت قرمزی داره ستش کردم. خب دوستان گلم، لباس بعدی دیگه یک لباس تقریبا راحت تر هستش. همونطور که میبینید جاکت رو دوباره پوشیدم که از مارک اونلی هست، خیلی پارچه خیلی کامپوی لطیفی هست و این رو با یک شلوار از مارک زارا ستش کردم. این شلوار فقط یه خورده با شوالیایی که به شکل نرمال هممون استفاده میکنیم یه خورده فرق داره. اگه دوربین به سمت پایین بیاد بهتون نشون میدم که یه حالت دمپا گشاد داره و دکمه داره و من این رو با این کفش ها ست کردم و باید حتما یه کفش پاشت بلند بپوشین چون برای نمونه هم این کفش های طبعا اسپورت هستش ولی یه خورده حالا جلوش حالت طلایی داره و با رنگ نود و بندار هست. یک کفش که میتونیم به شکل هم فرمال ازش استفاده کنیم هم میتونیم با جین بپوشیمش از مارک جی اکس هستش. خیلی کفشی راحتی هست و میتونین حتی برای مجبور باشین مسیرهای طولانی را بریم، فکر میکنم که این کفش ها یه انتخاب خیلی خوب هستش. چیزی که اضافه مونده بود با توجه به اینکه این کت رو خریده بودم، خواستم برای این کت یک کمربند ست کنم، باز هم از مارک خود سرفجس هستش، به این شکل هستش و
دو تا دایرتون هم یکی روش حالت مورگانیک گذاشته شده، حالت طلایی داره، خیلی خوشگل هستش. چیز دیگه‌ای که تو گروه لباس‌ها و وسایل خریدم یه بلوز هست، شما احتمالاً این بلوز رو یه ویدیو درست کردم، ولی این جزء دست لباس‌هایی هست که جدید اومده و از مارک نیو کیو هست، خیلی خوشگل هست. یه خورده با اینکه سایز XS مول هستش، ببین خیلی گشاد هست و من خیلی خوشحالم که لباس های گشاد مود شده، بخاطر اینکه من احساس خوبی دارم که لباس های گشاد قشنگ هوا میره، آدم احساس خوبی داره. به هر حال در مورد ویدیو و لباس ها با تو صحبت کردم و خرید هایی که داشتم و امیدوارم که مورد توجهتون بوده باشه عزیزان. لطفا بازم نظراتتون رو بنویسین، اگه یه سری تغییرات بدیم چطوره، بهتره یا نه. امیدوارم که اینها نمونه باشن که شما هم دوست داشته باشین خرید کنین. و اینکه لینک تمام لباسه که خریدم و زیر ویدیو براتون میذارمشون عزیزان. و تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.